خب خیلی سریع میخوایم در حوزه پروبابیلیتی و احتمالات دایس رولینگ رو پرتاب تاس رو در واقع سیموله بکنیم. داستان از چه قرار هست؟ من یک المان فیزیکی دارم به نام تاس، یک قطعه مکعبی شکلی که توی هر سایدش داره یک عددی رو ریپرزنت میکنه. مثلا این ساید باشه 1، این ساید باشه 2، ساید پشتیش باشه 3، این سایت باشه 4، پایین باشه 5 و بالا هم باشه 6. طبیعتا اگر این دایس، این تاس پرتاب بشه و بیفته روی برد شما، ما یک فضای حالتی رو داریم که یکی از این حالتها خواهد شد: 1 2 3 4 5 6. یعنی وقتی این تاس بیفته زمین، طبیعتا اون ساید بالایی یکی از این اعداد خواهد شد. خب سوالی که وجود داره این هست که احتمال اینکه هر کدوم از این اعداد توی این تاپ ساید در واقع ریپرزنت بشه چقدر است؟ دقیقاً احتمال هر کدوم از اینها با هم اولا برابر هست و ثانیاً این پی ای این احتمال برابر است با چی؟ 1/6. خیلی خب، حالا من میخوام به کمک پایتون در واقع این دایس رولینگ رو ریپرزنت بکنم. بریم ببینیم چجوری. توی قدم اول کاری که کردم، اومدم ایمپورت کردم ماژول رندوم رو. توی قدم دوم اومدم در واقع به کمک اینپوت یک چیزی رو از کاربر گرفتم و گذاشتم توی یک متغیری از جنس استرینگ و اسمش رو گذاشتم ردی. بیا من اینو کپی بکنم، رانش که بکنم از من یک چیزی رو میخواد، میگه Are you ready؟ همون چیزی که اینجا به عنوان یه تول تیپ، یک تکست در واقع هدایت و راهنمایی گذاشتم. خب به عنوان مثال من اینجا هر چیزی رو میتونم وارد بکنم، هر چیزی، ولی من میذارم Yes. چرا؟ چون میخوام اگر Yes رو وارد کردم، برای من احسن یک عددی رو از 1 تا 6 پیکاپ بکنه. چجوری؟ نگاه بکنید، من میگم اگر یک شرطی برقرار بود یک کاری رو انجام بده و اگر برقرار نبود یک کار دیگه. یعنی اگر اینجا به عنوان مثال من یس رو وارد نمی کردم، بایستی در خروجی چی به من میداد؟ احسن، اوکی، میبی نیکست تایم. حالا اگر یس رو وارد کردم، این یس هم میتونستم به این شکل وارد بکنم، یعنی مثلا میتونستم یس بنویسم، میتونستم یس وارد بکنم، میتونستم یس وارد بکنم، میتونستم یه با ای اس کپیتال وارد بکنم، یعنی هر کدوم از اینا میتونستم وارد بکنم. چرا خیالم راحت بود؟ چون اومدم از یک متد لابر استفاده کردم و روی این ردی در واقع اپلایش کردم که در واقع این خروجی من باشه، یعنی هر کدوم از اینها رو در واقع کانورتش میکنه به چی؟ به یس. اوکی، خب اگر این شرط برقرار بود، اون وقت یک کاری رو انجام بده. از اون ماژول رندومی که ایمپورتش کردی، بیا متد رند این تو راند بکن. چیه داستان؟ داستان اینه که من میام یک عدد اینتیجر از 1 و 6 رو به کمک این متد پیکاپ میکنم و میذارمش روی متغیر دایس رول و پرینت بکن در واقع این رو، یعنی you rolled a dice roll. بیا من اینو در واقع رانش بکنم. پس این کاندیشنم رو کپی میکنم، بیام اینجا پیستش میکنم و رانش میکنم. چون من اینجا Are you ready رو yes وارد کردم، این yes اومده توی متغیر ready نشسته و چون در واقع این قسمت شرط من true هست، این قسمت در واقع اجرا نمیشه و میاد سراغ این، میاد دایس رولم رو مساوی با این قرار میده. یعنی رند اینتیجر قرار یک عددی که در واقع این n بزرگتر یا مساوی با a و کوچکتر یا مساوی با b هست و چون من اینو گذاشتم 1 و این رو گذاشتم 6، میاد از 1 2 3 4 5 و 6 رو یک عددی در واقع به صورت تصادفی پیکاپ میکنه که به عنوان مثال اومده اینجا پیکاپ کرده در واقع 2 رو و در خروجی اینو نوشته You rolled a، اینم You rolled a و اونم این نامبری که در واقع توسط این متد
برای ما برگردونده شده. ممنونم که با من در این ویدیو همراه بودید.